بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با دستگیر نظری رئیس مافیات کتلوی و زورت سهت که در استودیو با ما هستند آقای نظری سلام با شما به برنامه خوش آمده تشکر سلام خدمت شما آقای نظری از موج دوم ویروس کرونا صحبت صورت میگیره میخوایم بدانیم که در افغانستان موج دوم ویروس کرونا در شرایط فیلی چقدر خطرناک بوده میتونه تشکر سلام خدمت شما و تمام بیندیگان اما قسم که در گزارشی که نشر شد جناب وزیر سب گفتن که متاسفانه موج دوم کرونا میتونه بسیار وسیع باشه تعداد زیادی از امتنان ما میتونه دوباره مصاب بسازه و این تنها شامل حال کسایی که مصاب نشدن نخواد بود حتی کسایی که قبلا هم مصاب شدن دوباره میتونن به کرونا مصاب شوند خب درجه حرارت تاثیرات مستقیم خود سر مقدار و یا تایم زنده ماندن ویروس در فضا داره کنومو باعث ازی میشه بیشتر هموطنان ما مصاب شوند ولی یک مسئله که ما باید بگویم یعنی که ترسی را نباید هموطنان ما داشته باشند فقط با پوشیدن ماسک ما میتونیم این را جلوگیری بکنیم و میتونیم خود نجات بتیم و فامیل خود نجات بتیم از مصاب شدن در کرونا درست اما در رابطه با فصل سرما این نگرانی بیشتر شده وقتی چه تاثیرات میتونه در این زمینه داشته باشه و چقدر بیماری های ویروسی دیگر میتونه زمینه رو مساعد بکنه که ویروس بیشتر انتشار پیدا بکنه میان مردم خب یک مشکل بسیار کلی را که ما همه سال دنیا با او دست پنجه نرم میکنه بسیاره انفلانزای موسومی هست انفلانزای موسومی معمولا در فصل زمستان بسیار زیاد میشه و تعداد زیادی از مردم به او مصاب میشن متاسفانه یک تعداد تلفات هم داره همه ساله یک تشویش بسیار عمده ای را که دنیا سازمان صحی جهان و وزارت صحت افغانستانی داره که با آمدن زمستان در افغانستان متاسفانه های موسومی در افغانستان خواد بود و این موسمی یک مشکل بسیار را که پیش میاره چون ویروس هست مقاومت وجود یک مقدار پایین میاره پایین آمدن مقاومت وجود در صورت که افراد مصاب میشن به کرونا باعث میشه که بسیار زود سیر مرض به بس شکل بسیار جدی در وجود از واتای و احتمال متاسفانه تلفات را بالا میبره یک تشویش بسیار کلیسته که وزارت صحت افغانستان و دنیا با او پنجه می کنند ولی همزمان با او سازمان صحت جهان به خاطر تطبیق واکسین انفلانزای موسمی و تولید گسترده از او در توسط فابریکات تولید واکسین انفلانزای موسمی کار میکنند وزارت صحت افغانستان هم سر یک برنامه به خاطر تطبیق انفلانزای موسمی برای افرادی که بیشتر در معرض خطر مبتلا شدن دارن برای های ماصومی هستن سر از او کار میکنن ولی این متاسفانه یک بحث بسیار جدی هسته که هست که در رابطه با وقایه همیشه صحبت صورت میگیره از پوشیدن ماسک و افز فاصله ولی در کنار این دو مسئله چه موارد دیگر هست که مردم باید انجام بتن تا بتانن مقامت بدنشون را بلند ببرن و بتانن جلوگیری بکنن از مصاب شدن به این بیماری خب یک مسئله عمده و اساسی را که نسبت به 7 8 ماه گذشته فرق کرده است که قبلا ها بسیار تاکید سر می شد میشد که شما بر علاوه که ماسک میپوشیم اتمتون از دستتون از فضا ویروس بگیره ای چیزا انتشار ویروس در ریسرچ هایی که در آخر شده نشان میده که بیشتر از هر چیز دیگر از طریق تنفس میگیره بنابراین وقتی شما میگیم ماسک میپوشیم پوشیدن ماسک به شکل متواتر میتونه تا تا 90 فیصد یک شخص را واقعه بکنه در مقابل ویروس با ارتباط بلند نگه داشتن مقاومت وجود یا ایمیونیتی وجود اون مقضای سالم سبزیجات خوردن استفاده کردن بیشتر و مواد بسیار عادیه که در افغانستان الحمدلله بسیار زیاد است سبزیجات بسیار زیاد داریم به در فصلی که فعلا زندگی میکنیم میوه های فصلی بسیار وجود داره یا میتونه مطمئنا مقاومت وجود بالا نگاه کنه که در صورتی که مصاب میشیم سیر مرض بسیار جدی در وجود هموطنان ما نباشه ولی مهمتر از هر چیز ما وقایع همیشه بهتر از صداوی است و وقایع نمی است که ما ماسک بپوشیم فاصله را مراد بکنیم دست خود بشوریم این پیام های بسیار عادی است که وزارت صحت افغانستان همیشه میگه ما میتونیم به این شکل خود وقایع بکنیم درست در کنار این مسئله می بدانیم در مورد تحقیقاتی که در رابطه با ویروس کرونا صورت گرفته مثلا شما از رستن دست گفتین در رابطه با این ویروس صحبت هایی در اول صورت می گرفت که ممکن در فضا وجود داشته باشه و که اگر فضا نمناکتر باشه بیشتر ماندگاری این ویروس هست می بدانیم که فرضیه ها هنوز هم پابرجا هستند یا تحقیقات جدید نشان دهنده مسائل دیگر هست خب تحقیقات جدید را شده یک مسئله بسیار مهم و اساسی را که از ابتدا تغییر کرده در سطوح وایرس بسیار کم میتونه زنده بمانه و مسئله مهمی که از طریق سطح و ای که ما دست خود میزنیم و انتقال از او از طریق دهان و یا بینی بسیار کم است ولی مطمئنا چیزی را که در فضا ویروس میمانه درجه حرارت هر قدر کمتر باشه ویروس بیشتر زندگی کرده میتونه بیشتر در فضا زنده میتونه باشه و مسئله مهمی که رطوبت یک رابطه بسیار مستقیم به انتشار ویروس داره این بحثی هست که انوز هم در ریسرچ های آخر هم تایید شده ولی یک مسئله را که بسیار در ابتدا تشویش ایجاد کرده بود که سطوح مطرح بود او بحث یک مقدار زیاد جدی نیسته بیشتر ریسرچ ها نشان دهنده از است که اکثریت مطلق کسایی که مصاب به کرونا میشن فقط از طریق تنفس مصاب میشن یک فیصدی بسیار اندک است که از تو میگیرن چون یک ویروس یک مقدار لود داره درست. یک فرد حداقل باید یک هزار ویروس بگیره تا مصاب به کرونا شه درست آقای نظری در آغاز وقت این ویروس رو پیدا کرد تعداد زیاد حراس داشتن که این ویروس میتونه مخصوصا بزرگ سالان را و کسان را که مقاومت بدنشون پایین هست یا امراض دیگر را داره بسیار تهدید بکنه زندگیشون را با خطر مواجه بسازه ولی پس از اینکه شیوع پیدا کرد تعداد زیاد مصحاب شدن و بهبود پیدا کردن حالا دیگر حراس آنچنانی وجود نداره اما در مورد موج دوم این ویروس چقدر میتونه بازم تهدید کننده به جان باشه یا مخصوصا در قسمت بزرگ سالان یک مسئله عمده و اساسی که ما تشویشی را که داریم و چیزی را که رابری و درست آتا ما گفتنی است که کرونا یک ویروس است و او در حال تقییر است هر جین از او تقییر میکنه ما تشویشی را که در کشورهای دیگر داشتن ریسرچ های را که نشان این است که جین در حال تقییر است در افغانستان در قدم اول وقتی آمد و تا فعلا چیزی که ثبت شده دو دو بین دو تا سه فیصد مرتلتی و یا تعداد کسایی که فوت میشن از هر صد نفر تحقیقات نشان میده که کسایی که یک دفعه گرفتن انتیبادی به وجودشان آمده دوباره انتیبادی ها در ظرف شش ماه کاهش پیدا میکنه و احتمال مصاب شدن دوباره هسته و وقت دوباره یک فرد مصاب میشه سیر مرض در افراد متفاوت متفاوت بوده بنابراین تشویشی را که ما باید داشته باشیم این است که ویروس کرونا هست انتقال پیدا میکنه جدیت تمام را که در ابتدا و در ساعت اومه میگفت امروز هم هست و خطرناکیه که ویروس داره هست که انتشار عدی بسیار زیاد است ولی از لحاظ تلفاتی اگه میبینیم من میخوام مردم اطمینان بدم که ضرورت به ترس نیست ولی ضرورت به وقایع هست ما نباید از کرونا بترسیم ولی باید خود در مقابل کرونا وقایع بکنیم فیصدی تلفات را که از انفلانسای موسومی دنیا با او تلفات را داره به مراتب بیشتر از کرونا است ولی خوشبختیه که در های موسمی و یا در های مرض های ویروسی دیگه هست که انتشار از واکم تر است ولی برعکس اینجا در کرونا دو تا سه فیصد تلفات داره ولی انتشار از او بسیار سریع است بسیار زود میتونه تعداد بسیار بزرگی یک کتله عظیمی را از جامعه را مصاب بسازه بنابراین ترس در کار نیست ما باید لول استرس خود استرس خود پایان بریم ولی در کنار از او خود واقعه بکنیم مطمئنا و یک چیز خلاصه دیگر هم میگم یک ریسرچ بسیار جالبه که چند روز پیش ما خواندم هست که استرس بسیار ربط مستقیم با مقاومت وجود دارد و مجرد از که ما استرس ما زیاد میشه ترس ما از یک چیز زیاد میشه یک هورمون به نام کورتیزول تولید میشه در وجود هورمون کورتیزول در, وظیفی مق... واقع وظیفه ازی را داره که ما را در مقابل ترس که داریم کمک بکنه که ضربه ما بر خود نرسونه وجود ما برای خود ضربه نرسونه ولی یک ساید افکت و یا یک عارض جانبیه که او هورمون داره این است که مسترپت بسیار مستقیم به ایمیونیتی وجود داره مقاومت وجود به شدت پایان میاره به این خاطر است که وزارت صحت افغانستان همیشه اعلان میکنه که شما نترسین ولی خود واقعیت کنین ضرور نیست که ما از کرونا بترسیم ولی واقعیت بسیار ضرور است درست در کارهای روزمره خود مردم چه کارها را باید انجام بدن کدام غذاها را باید استفاده بکنن تا بتوانن مقاوم باشن در برابر این ویروس خب یک یک استراتژی که وزارت افغانستان در صورتی که موج دوم کرونا هر قدر وسیع هم باشه ما دیگه بسته کردن لاک داون و شات داون نخواهد رفت به هیچ صورت پالیسی وزارت ساتومه افغانستانی هست که مردم را قانع بسازن ما پوشیدن ماسک اجباری خود کردیم ای ترهای که وزارت صنعت افغانستان برای حکومت خود داد ولی به هیچ صورت چت نمیشه و همون قسم که پیشتر گفتم سبزیجات یک رژیم غذایی سالم تر که در اون چربی باب کم, گوش باب کم باشه گوشت باب کم باشه بسیار میتونه مقاومت بالا بره درست ممنون از حضور آقای نظری در برنامه ما تشکر